و اما وضعیت مقاومت، پیشرفت های مقاومت در داخل کشور در تمامی زمینه ها و قیام هایی که واقعا ارکان رژیم رو به لرزه در آورده کاملا روشنه، و به خصوص قیام هایی که با شاخص نوک پیکان مقاومت و قیام یعنی کانون های شورشی پیش میره. همون چیزی که هر شب همین سیمای آزادی از فعالیت های کانون های شورشی پخش میکنه. یعنی چی؟ چیزهایی که پخش میکنه چی هستند؟ سیمای آزادی نشون میده که کانون های شورشی مراکز سرکوب و جنایت و چپاول رو هدف قرار میدند و شوق و امید به تغییر و سرنگونی رو در دل مردم روشن نگه میدارند. و این علی رغم همه دستگیری ها و شهادت هایی که از کانون های شورشی داشته ایم. و اما در صحنه سیاسی در سال گذشته مقاومت و مشخصا اشرف نشانهای عزیز به عنوان موتور محرک موفق شدند یک آلترناتیو استعماری ارتجاعی رو که رژیم و استعمار میخواستند به مردم ایران تحمیل کنند و اجازه ندهند مردم ما در جاده نیل به آزادی حرکت کنند پس بزنند و شکست بدند. و همونطوری که گفتم در این نبرد سیاسی استراتژیک کانونهای شورشی قهرمان در داخل کشور و خواهران و برادران اشرف نشان عزیزم نقش مطلقا تعیین کننده ای داشتند و موتور محرک اون بودند، همینطور شاخص اون بودند. اشرف نشان ها دوشادوش کانون های شورشی شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو از این طریق تنین انداز و فراگیر کردند و محصول این تلاش ها این بود که آلترناتیو استعماری شکست خورد و متقابلا آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران یک گام کیفی به جلو جهش کرد. به من اجازه بدین که این جمع‌بندی رو از بیانیه امسال شورای ملی مقاومت عیناً براتون بخونم. جمع‌بندی میگه که تحولات سیاسی یک سال گذشته با شعارهای قیام آفرینان در کف خیابانها و دانشگاهها و بر سر مزار شهیدان قیام همراه با کارزار مقاومت ایران و کانونهای شورشی برای تثبیت اصل نشاه نشیخ و افشای بازی استعمار و آخوند پسند آلترناتیو سازی پوشالی حول بچه شاه باز هم ثابت کرد که این مرزبندی تاریخی و میهنی تنها معطوف به آینده و ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینیه. بیانیه ادامه میده: گفتمانسازی های خامنه ای و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حول بچه شاه از سالها پس از قیام 96 سابقه کشافی داره که بخش کوچکی از اون در جنگ های گرگها توسط روزنامه جمهوری اسلامی در 5 تیر ماه سال 1397 در خصوص پشت پرده سر دادن شعار رضا شاه روحت شاد که حتما فراموش نکردید به حمایت پلیس برملا شد. این روزنامه در حمله به باند رقیب نوشت
این جماعت آنقدر بی‌پروا شدند که عده‌ای رو با شعارهای بی‌سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخور روانه مجلس می‌کنند و اونها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند. این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه و راهپیمایی‌ها حضور دارند و پایان تکبیرشون مرگ بر غارتگر بیت‌المال. همه اونها رو به خوبی می‌شناسید. بله هموطنان عزیز، همونطوری که گفتم در ساختن این پیروزی استراتژیک یک روی سکه تلاش‌های کانون‌های شورشی بود، ولیکن روی دیگر این سکه فعالیت‌های شبانه روزی خواهران و برادران اشرف نشانمون بود که واقعاً هر روز پیروزی جدیدی برای این مقاومت دموکراتیک مردم ایران آفریدند. من اگر بخوام از آخرین این پیروزی‌های سیاسی شروع بکنم و بعد به عقب‌تر برگردم، که البته فکر می‌کنم همه یادتون هست، این معجزات سیاسی رو من جمله اینطوری میتونم برخیشون رو یادآوری کنم، فقط برخیشون رو، چون واقعا بسیار زیاد بودند. یکیش قطعنامه شماره 100 کنگره آمریکا در حمایت از جمهوری دموکراتیک و طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت که اهمیتش براتون کاملا روشنه. یکی دیگه قطعنامه 627 کنگره آمریکا در حمایت از اشرف سه و بر علیه رژیم و توطئه‌های مماشاتگرانه و تأکید بر حقوق مجاهدان اشرفی در چارچوب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد پناهندگان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق بین الملل بود. بعدیش تشکیل کاکس اشرف در کنگره آمریکا یا همون گروه پارلمانی اشرف در کنگره که حتما از سیمای آزادی مفصل اونو دیدید که اهمیتش روشنه، که تشکیل نهاد برای حفاظت از اشرف در کنگره آمریکا تا چه اندازه مهمه. پیروزی بعدی بیانیه 3600 پارلمانتر و اکثریت 31 پارلمان و همینطور حمایت 125 نفر از نخست وزیران و رؤسای جمهور پیشین و 75 برنده جایزه نوبل در حمایت از مقاومت جمهوری دموکراتیک و نفی شاه و شیخ و حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم بود. پیروزی در دادگاه سوئد بر علیه دشخیم حمید نوری و در واقع بعد از 35 سال فریاد نسل سر موزه و البته سر بدار، یعنی 30,000 مجاهد و مبارز که همشون قربانی راه آزادی مردم ایران شدند و البته در این حال ضمن این نبرد سیاسی اشرف نشانهای ما تلاش کردند توطئه وزارت اطلاعات رو که میخواست از این موضوع هم سلاحی بر علیه مقاومت و همون شهدای سرفراز بسازه خونسا کنند. یکی دیگه از پیروزی‌های درخشان این مقاومت در صحنه سیاسی لغو سفر رئیسی جلاد به ژنو بود که قرار بود در سایه سیاست‌های ننگین مماشات غرب یکی از سخنرانان جلسه‌ای باشه که در دفاع از مهاجرین تشکیل میشه
واقعا ننگ بر این سیاست مماشات که عامل آوارگی و بیخانمان شدن میلیون ها ایرانی یعنی رئیسی جلاد رو به چنین جلسه ای دعوت میکنه که سخنران اون شده. و درود بر مقاومت و هوادارانش در خارج کشور که این توطئه شوم رو با شکست برای رژیم روبرو کردند و برعکس یک پیروزی برای همین مهاجرین و هموطنانمون در خارج کشور خلق کردند و در نتیجه تشت رسوایی رئیسی و خامنه‌ای از بام آسمون به زمین افتاد و کسی نموند که صداشو نشنوه. از طرف دیگه بدون شک یک پیروزی بسیار بزرگ کهکشانی است که آفریدید که واقعا به درستی و زیبایی کهکشان‌ها اسم گرفت. کهکشان کهکشان‌ها خورشید درخشان در فلک سیاسی میهن ما بود. واقعا یک تیر و چند نشان. از یک طرف آفرینش عالی‌ترین پیروزی سیاسی قدرتمند با گرد همایی و شرکت شخصیت‌های نامدار بین‌المللی و از طرف دیگه نشون دادن قدرت شگفت‌انگیز و شکافنده تشکیلات این مقاومت. چرا؟ چون هممون دیدیم که تونست در مدت بسیار کوتاهی در کوتاه‌ترین فرصت توطئه‌های بیشماری رو در هم بشکنه و اون مراسم باشکوه رو سازمان بده. این هم یه پیروزی بسیار بزرگ بود. ولی کن اجازه بدید از یه پیروزی استراتژیک و بسیار بسیار مهمتر از همه قدری صحبت کنیم. خواهران و برادر عزیز من، اون چه که میخوام ازش صحبت کنم معرفی سر ماره، یعنی از مهمترین تحولاتی که ما با اون مواجه بودیم. این تحول چه بود؟ این تحول جنگیه که الان داره وارد چهارمین ماه اون میشه، جنگی که همه تحولات رو تحت تأثیر قرار داده. چیزی که این وسط بسیار مهم بود موضع‌گیریه بلا فاصله برادر مسعود بود که گفت سر مار در تهرانه، عامل اصلی جنگ در تهرانه، مانع اصلی صلح در تهرانه، در تهران تحت حاکمیت آخوندهاست. طبیعیه، این همون خامنه‌ایه که قیام سال 1398 رو با قتل عام 1500 تن هموطنان ما و دستگیری هزاران نفر سرکوب کرد. البته برعکس خیال خامش نتونست قیام مردم و کانونهای شورشی رو با این جنایت کثیف خاموش کنه. ولی در نتیجه این قیام و تجربه‌ای که اندوخت، تجربه ضد انقلابی، در قیام سال 1401 از یک طرف به یک توطئه سیاسی و از طرف دیگه به اعدام و دار زدن و دستگیری‌های بسیار گسترده رو آورد. بله، این همون خامنه‌ایه که با وحشیگری تمام مردم ما رو از سلاح واکسن در مقابل حمله کرونا محروم کرد و صدها هزار نفر از مردم ما، مردم بیگناه ما، قربانی این رژیم شدند. خواهران و برادران عزیزم، میدونین خامنه ای از هیچ توطئه ای ولو به قیمت کشتار هزاران هزار نفر
برای باقی موندن حتی یک روز بیشتر در این حکومت کثیف کوتاهی نمی کنه. ولی البته همونطوری که گفتم کور خونده، چون یک نفر هست به اسم مسعود رجوی که بلا فاصله دست اون رو خوند و دقیقا در همون روز یعنی 7 اکتبر همون سال گذشته 15 مهر اعلام کرد که باید سر مار ولایت و فاشیسم دینی در تهران رو هدف قرار بدیم و به این ترتیب شاخصی برای جدا کردن درست از غلط پیش روی مردم ایران و جهانیان قرار داد.